تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدا را شکر ما را آفرید، به اسلام و قرآن هدایت کرد، سر سفره وحی و مائده آسمون نشون. از اول قرآن آیه به آیه با تفسیرش آشنا بشیم. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی، به جزء 10 سوره انفال آیه 66 رسیدیم. آیه رو با هم بشنویم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. در آیه قبل فرمود اگر 20 نفر باشید بر 200 نفر 20 و پشت کاردار بر 200 نفر تو جبهه پیروز میشید. 20 بر 200 پیروز است. این آیه قبل بود. این آیه میگه الان خفف الله عنکم، الان خدا حکم ثبوت گرفت. علم ان فیکم ضعفا، خدا میدونه که شما دیگه روحیه قبلی نده، ضعیف شده، نه عدد دو کم شده، روحیتون رو باختی. حالا که آدم قبلی نیستید، لاقل هر یکی از شما مقابل دو نفر، قبلا میگفت یکی بر ده پیروزه، حالا میگه یکی بر دو تا پیروزه. این یکم منکم مئه صابره، 100 نفر مقاوم باشید، یغلب و معتن، 100 نفر مقاوم بر 200 نفر از کفار پیروز میشید. این یکم منکم الفون، اگر شما 1000 تا باشید یغلب و الفین، بعد 200 نفر پیروز میشید، البته به اذن الله و الله مع الصابرین. خب این آیه مراد از ضعف، ضعف روحیه و ایمانه، چون سپاه اسلام که روز به روز بیشتر میشد. در این آیه و آیه قبل به سه مسئله روحی که عامل پیروزی است اشاره شد: صبر، ایمان، آگاهی. ایمان میگفت مؤمنین تو آیه قبل بود، صبر میگفت اشون صابرون، آگاهی میگفت دشمن لایفقهون. دشمن لایفقهون یعنی شما یفقهون. پس این مسائل رو تو آیه قبل گفتیم. جمعیت کارساز نیست. در جنگ حنین با اینکه جمعیت مسلمان ها زیاد بودن شکست خوردن و همه فرار کردن. اعجبت کم کسرت کم، قرآن میگه در جنگ حنین به قدر جمعیت بدید که اعجبت کم کسرت کم، کسرت جمعیت شما رو به تعجب چه جمعیتی. اما در همون جنگ که این همه جمعیت بدید ثم بلیتم مدبرین، فرار کردید. در جنگ حنین آمار زیاد بود، فرار کردید. در جنگ بعد جمعیت کم بود، پیروز شدید. برید فرمولشو پیدا کنید. فرمول معنویه. نگید امسال چند میلیمتر بارون اومده، پس میوه چنینه، پس محصولات چیه، سال بعد چند میلیمتر بارون اومده، پس میوه. همش تو محاسبات مادی نیست. کلا بلا تکرمون الیتیم. محاسبات معنوی رو به حساب بیارید. در جنگ حنین جمعیت زیاد بود، اعجبت کم کسرت کم، اما ولیتون، فرار کردید. در جنگ بعد جمعیت یک سوم پیروز شدید. خب این که در یه آیه میگه 20 بر 200 پیروزه، یعنی هر یکی از شما تعریف 10 تا میشید. خب 200 تا 10 تا 20 تاست. در آیه قبل فرمود یکی شما حرف 10 تا میشید، این آیه میگه یکی شما حرف 2 تا میشید. چرا؟ به خاطر تغییر شرایطه. خدا که به شما نمیشه، شرایط که عوض میشه حکم عوض میشه. مثل شما تو بتنت نماز چهار رکعتیه، مسافر شرایط عوض میشه نماز دو رکعته میشه. با اون روحیه یکیتون حرف ده تا میشه، با این روحیه یکی حرف دو تا میشه. یعنی در مدیریت گاهی به خاطر تغییر شرایط با مخاطبا عوض میشن، روحیه عوض میشه، باید قانون عوض بشه و این منافاتی با قاطعیت نداره. ایتون نیست که حرف مرد یکی باشه. بله من گاهی وقتا یه چیزی میگم، مثلا میگم میبخشیم، بعد میگم نه الان نمیبخشیم. ما داشتیم که قوانین در اصل در شرایط مختلف فرق میکرده. مثلا عصر زکات نداره و در زمان حکومت حضرت علی فرمود هر که عصر داره زکات بده.
اسبارو گفتن آقا زکات مال گاو و گوسفند و نمیدونم شتر و اینهاست، آخه اسب زکات نداره. فرمود من رئیس حکومت اسلامی هستم، زکات گاو و گوسفند کافی نیست برای فقرا، هر کی اسباره مقداری بده. یه وقتم ممکنه خمس رو ببخشن، مثل که امام کاظم تو زندان خمس رو بخشید، چون شیعه ها می‌خواستن پول برسونن به دست امام، لو می‌رفتن گیر بنی عباس می‌افتیدن. فرمود آقا خمس کسی به من نده، کسی دور خونه من نیاد، من خمس رو بخشیدم. خمس رو بخشیدم یعنی چه؟ یعنی نکنه به خاطر که پول به من بدید گیر کنید. بعد از امام هفتم که شهید شد، امام رضا امام شد، مردم نوشتن که ای امام رضا پدر شما خمس رو بخشید، شما ببخش. امام رضا یه نامه تون داره میگه خمس بخشیدنیه، پدرم بخشید به خاطر که جون شما، به خاطر حفظ جون شما بخشید، خمس بخشیدنی نیست. ببینید گاهی وقتا امام کاظم به دلیل حفظ جان شیعه خمس رو میبخشه، امیرالمومنین به خاطر فقر زیاد زکات رو اضافه میکنه. یعنی در شرایط مختلف قانون گاهی باید عوض بشه. یعنی ما دو تا قانون داریم مثلا، قوانین ثابت، قوانین شناور. قوانین ثابت مثل نماز، هر حادثه بشه نماز صبح دو رکعته. قوانین شناور مثل جشن، مثل عزا، مثل جنگ، مثل صلح، که در یه شرایطی جنگ، در یه شرایطی صلح. اون زیر نظر اسلام شناسی عادل، یعنی متعهد عادلی که هوا هوس نداره که ما جونمون رو می‌خوایم بدیم، ببینیم جونمون به کی بدیم، به خاطر کی برم جبهه. باید بدونم که این ولی خداست، گناه کبیره نکرده، هوا هوس نداره، اسلام را دقیقا میشناسه، سابقه 60-70-80 سال علم و تقوا داره، علمای دین اونشون رو به عنوان مرجع تقلید پذیرفتن. من در اختیار او اگر گفت آره میگم آره، گفت نه میگم نه. عامل اصلی شکست از درون، از بیرون نیست. علم الله ان فیکم ضعفا، چون شما ضعیف شدید، قبلا قوی بودید، یکیتون حریف 10 تا میشدید، حالا رویتون باختید، یکیتون حریف 2 تا میشید. یعنی عامل شکست در درونه. فرمانده هم باید به روحیه، به نشاط، به ایمان، به تصمیم توجه داشته باشه. خب ایمان قابل کاهشه، قابل افزایشه، گاه ایمان قویه، گاه ایمان ضعیفه. ایمان قوی باشه، داریم که حضرت امیر وقتی قلعه خیبر رو کند، حتی کسانی که شیعه نیستن گفتن که این کندن در با قدرت جسمی نیست، با قدرت روحی بود، با قدرت روحی بود. امام خامنه‌ای که در مقابل آمریکا وامیستید، قدرت روحیش بود، قدرت روحیش بود که همه رو به همه قدرت میداد. خب خلاصه آیه قبلی بود که یکی حریف 10 تا میشید، این آیه میگه چون اون روحیه قبلی رو ندارید، یک حریف 2 تا میشید. یعنی با اختلاف روحیه و ضعف و ایمان و صبر و مقاومت شرایط عوض میشه. خب مسلمان ها حتی در حال ضعف هم باید روحیشون 2 برابر کافر باشه، اینم هست. حالا که روحیه ندارید، یکی دون باید حریف 2 تا بشید، یعنی باز در حال ضعف هم باید از دشمن قوی تر باشید. عزوارم میگه به اذن الله، یعنی اگر پیروز شدید مغرور نشید، پیروزی با اراده خداست. والله مع الصابرین، یعنی خداوند افراد صابر محبوب خدا هستند، در پناه او و مشمول امدادهای خدا هستند. این والله مع الصابرین شعاریه که تو جبهه ها باید زیاد تکرار بشه، مقاومت کنیم و ان الله مع الصابرین. خدایا هر کجا مسلمان ها در مقابل کفر قرار گرفتن، روحیه قوی، ایمان قوی، صبر، بینش، بصیرت، مسئولیت بهشون مرحمت بفرما. همیشه و همه جا جبهه حق را بر جبهه باطل غالب بفرما. آیه 66 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.